بینندگان عزیز، متخصصان پرتوان ایران اسلامی در راه پیشرفت و اعتلای صنعت و فناوری دو گام بسیار مهم دیگر به جلو برداشتند. همکنون ساعت دقیقاً 7 بامداد و خورشید هم در حال طلوع کردن هست. به یکی از نقاط استراتژیک میهن عزیزمون ایران اومدیم تا این توانمندی ها رو برای شما ملت عزیز به تصویر بکشیم. خب اول اینکه ایران به فناوری ساخت کاوشگر فضایی دست یافت و این نخستین کاوشگر فضایی جمهوری اسلامی ایران هست که به دستان پرتوان متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده و قرار هست چند دقیقه دیگر به فضا پرتاب بشه. ما هم منتظر این لحظه افتخارآمیز هستیم. وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به نام خدای متعال و در سایه الطاف حضرت بنیت الله الاعظم ارواحنا فدا و با گرامی داشت یاد و خاطره امام شهیدان و شهدای عظیم الشأن انقلاب اسلامی، اجازه پرتاب کاوشگر یک را صادر می نمایم. انشاءالله این گام بلندی در جهت خدمت به بشریت و تعالی مادی و معنوی ایران عزیز باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. نخستین کاوشگر فضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور تعیین مکان صحیح استقرار ماهواره، برداشت اطلاعات از محیط فضایی پرتابگرها، ایستگاه‌های فضایی و ماهواره‌ها وظیفه خود را آغاز کرد. راکت کاوشی که امروز به فضا پرتاب شد از جمله مقدمات اولیه پرتاب ماهواره به فضاست. کاربرد دیگر این راکت کاوشی آزمایش سیستم‌های طراحی شده برای استفاده در سامانه‌های فضایی است. به این منظور سیستمی در این کاوشگر قرار داده شده است که در شرایط عملکردی واقعی قرار می‌گیرد. هدف دیگر پرتاب نخستین کاوشگر فضایی جمهوری اسلامی ایران، برداشت اطلاعات از لایه‌های مختلف جو برای طراحی و ساخت کپسول‌های برگشت پذیر به جو است. و گام دیگر متخصصان وزارت دفاع در اعتلای صنعت و فناوری کشور، ساخت ایستگاه پرتاب ماهواره. دیگر ایران نیازی به هیچ کشور خارجی برای پرتاب ماهواره ندارد. راستی در آینده نزدیک ماهواره ایرانی امید از ایستگاه پرتاب ماهواره ایرانی به فضا می رود.